درودی به پهنای مهر شبهای میهن بر شما هم میهنان عزیز در همه جای جهان با دفتر دیگری از برنامه شامگاهی صفحه یک مهمان خانه های شما خواهیم بود با آخرین و تازه ترین تحلیل ها خبرها و نظرها از ایران منطقه و جهان منتشر در روزنامه های اصلی و پرشمارگان کشور به روال معمول همه شبها نخست مروری اجمالی خواهیم داشت بر سر فصل اهم مطالب و عناوین برگزیده امشب کماکان واکنش‌های های دو سوی کمپ قدرت به اظهارات تند هاشمی رفسنجانی در نقد به عملکرد شورای نگهبان در رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخاباتی ایران کلید خوردن پروژه دیگر و نو در دولت روحانی به عنوان برجام دو یا برجام ملی که با فرمان و دستور شخص حسن روحانی به منظور افزایش وفاق ملی و همگرایی های درون جناحی ایران مطرح شد هواشی و اظهارات علی خامنه و فرمان از موضع بالای این فقی برای حزب اللهی سازی نهادهای امنیتی در دیدار با اعضای دبیرخانه شورای امنیت ملی قراردادی نو میان شهرداری تهران پاستار قالیباف و فقیه آمولی لاریجانی به منظور تغییر زندان تاریخی اوین به پارک شهری و موزه و در حوزه منطقه‌ای شکست نسلی در مذاکرات صلح سوریه با توقف ادامه مذاکرات در دو سوی درگیر ماجرا و ادامه جنجال‌های انتخاباتی در ایالات متحده آمریکا اهم مطالب و عناوین برگزیده امشب پنجشنبه 15 بهمن ماه ایرانی است که در طول 20 دقیقه پیش روی با آگاهی شما هم و بینندگان عزیز و هماره ایران فردا میرسد تا بازخانی مشروع مطالب منتخب با ما باشید و بنشینید به خانه باز خواهیم گشت <متحد> با درودی دوباره به شما بینندگان عزیز همینک و در بخش نخست با مروری بر چند خبر کوتاه برنامه بررسی مطبات امشب رو پی میگیریم و میگوشیم تازه ترین اظهارات هاشمی رفسنجنی که با لحنی نسبتا ملایمتر، تر گویا تلاش داشت که به فرونشانی خشم تندروها نیز بکوشد عنوان و مطلب اصلی بسیاری از روزنامه های تحول طلب بود به همین تناسب آیت الله علی خامنی و اظهارات تقابلیش علیه هاشمی البته بدون ذکر نام مطلب اصلی روزنامه های دست راستی و متمایل به نهاد رهبری ایران بود با هم مرور میکنیم برخی از این نمونه ها و عناوین رو آرمان در گزارشی به نقل از هاشمی در برابر حجمه های همه جانبه گروه های رادیکال علیه این فقیه گفت که به توهین کنندگان سلام کنیم هاشمی در این اظهار موضع تازه با منشی ملایم تر از قبل درخواست کرد و گفت که رقابت های انتخاباتی محل دعوا و توهین نیست این در حالی است که روزنامه آرمان نزدیک به مردان هاشمی در یک گزارش اختصاصی دیگر به رمزگشایی از اتاق تخریب قوم علیه هاشمی کوشید و با طرح سوالی به اصل موضوع قوقای تازه اصولگرایان شبه و شک ایجاد کرد که آیا مسئله تنروها دفاع هاشمی از حسن خمینی است در این راستا در نوشتاری تحلیلی با اشاره به جایگاه ویژه شهر قم از منظر مسئولان نظام ایرانی معتقد بود که حجم جدید حول هاشمی از قم برمیخیزد گزارشگر روزنامه آرمان در ادامه اشاره کرد برخی هستند که نمیتوانند تدبیر و موقعیت این شهر را درک کنند بنابراین نحوه تعامل با آن را بلد نیستند و با تون روی هایشن به جایگاه این شهر ضربه وارد می کنند بنابر گزارش آرمان بزنگاه های انتخاباتی بهترین فرصت برای تون که کینه خود را خالی و قوم را از جایگاه اصلیش دور کنند اکنون نیز که زمانی زیادی تا برگزاری انتخابات اسفند باقی نمانده اتاق تخریب قوم بار دیگر فعال شد و هدفش مثل همیشه تخریب بزرگانی البته به زمین این روزنامه مانند هاشمی رفسنجانی است گزارشگر روزنامه آرمان با تحلیل این نکته که نفس جنجال و جدلهای جدید جدید حراس اصولگرایان از احتمال رأی بالای شهروندان به هاشمیست نتیجه گرفت که برخی که حضور مردم رو برنمیتابند و تجربه خوبی از آن ندارند سعی میکنند از هر راهی وارد شوند و با قبارالود کردن فضا بذر یعص و ناامیدی رو در دل مردم بکارند که البته میتوان احتمال داشت به اش... چون اشارات این روز گزارش این روزنامه بسیار با مصادیق مستتر بود ذکر نام نکرد به لایه های تندروی همچون مصباح یزدی میتوان اشاره داشت که احتمالا مورد نظر این روزنامه نگار بود برق می‌زنیم با روزنامه دیگر و شخصیتی دیگر مقابل هاشمی در روزهای نزدیک به انتخابات ایران که با کریخانی های کم نظیر میان دو رقیب دیرین که خود رو البته رفیق دیرین میخاندن یعنی خامنه و هاشمی هر روز ابعاد تازه به خود میگیرد کیهان حسین شریعتمداری مداری که علی خامنهای رو صدر نشین صفحه نخست شماره امروز نمود با گزارش و خانشی دیگر نسبت به اظهارات حضرت ای به پاسخی پنهان به هاشمی برآمد کیهان اظهارات خامنه ای در جمع شورای امنیت ملی ایران رو هشداری خواند که بایستی مقابل جریان بی اعتقاد به مبارزه با استکبار ایستاد که برجسته سازی این گونه عناوین و مطالب با نشانه های تنش های آشکار سیاسی این روزها در ایران کاملا به شخص هاشمی و کمی دورتر به حسن روحانی نیز اشاره داشت که از منظر تندروهای نزدیک به رهبری ایران این دو در جهت بازگشایی روابط با کشورهای بزرگ غربی هستند که البته در ادبیات رسانه های راست با نام استکبار عمدتا موسوم و مرسوم هستند کیهان حتی کشید خوانندگان و مخاطبان رو زودتر به موضوع نزاع آمیز تازه ظهور میان هاشمی و شورای نگهبان که منشأ اصلی تنش همان دفاع از عضوی از بیت خمینی بود رهنمون شود این در حالی است که روزم کیهان در شماره دیروز خود نیز به موج هاشمی ستیزی ادامه داد و این بار با تمسک به اصلاح طلبان سعی کرد به هاشمی بزند از جمله در صفحه نخست دیروز با تاکید بر اینکه اظهارات جنجالی هاشمی صدای اصلاح طلبان رو هم درآورد بخشی از یک یادداشت عباس ابدی رو در صفحه یک خود چاپ کرده و از قول وی نوشته بود که دفاع از صلاحیت سید حسن خمینی هیچ ربطی به انتصاب ریشه خانوادگی ایشان و یا بدهی به امام و خانواده امام ندارد و این استدلال نه تنها ضعیف و بی ربط بلکه نادرست نیز است در این میان روزنامه آفتاب یزد نیز به چگونگی تعامل در اون گروهی و سولگرایان نگاهی انداخت و در خبری تازه اعلام کرد که به دنبال اختلاف نظر و سهم خواهی ها لیست نهایی جناه راست برای انتخابات منتشر نشد آفتاب نوشته و سولگرایان دبه کردند و اعتلاف در آستانه شکست است صادق زیبا کلام نیز مهمان ویژه و سردنشین روزنامه آفتاب یزد بود این استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران که به سریح نیز مشهور است در واکاوی نوع برخورد و حجمهای همه اخیر جناه تندروها علیه هاشمی رفسنجانی اعلام کرد که گروهی از اصولگرایان هاشمی را دشمن میدانند نه رقیب همچنین آفتاب یزد در واقع یادداشت اصلی شماره امروز رو به قلم محمد کیانوش راد استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی اختصاص سی داد و با انتقاد از عباس عبدی که چرا با هاشمی انتقاد کرد به دفاع از هاشمی پرداخت نویسنده آفتاب یزد در این نوشتار که با عنوان اشتباه تاریخی حمله به هاشمی منتشر شده بود معتقد بود که پس از اظهارات هاشمی در خصوص رد صلاحیت حسن خمینی عباس عبدی واکنش منفی نشان داد و سخنان خود را نقد به اظهارات هاشمی دانست اما باید از کرد که سخران عبدی نقد از هاشمی نبود و تخریب هاشمی است البته دیگر روزنامه های اردوگاه راست افراطی و منتقد خط هاشمی که عمدتا دوستان دور زمان ایشان در سالیانی دور نیز بودند هم سو با کیهان به طور یک پارچه تری با عناوینی مشابه راهی نشریات شهر شدند که به طور آشکار و نهان هاشمی رو نشانه رفته بودند البته از منظر کسانی که به طور روزانه خبرها و وقایع در عرصه رقابت های قدرت جمهوری اسلامی ایران رو میخوانند و میدانند و پی میگیرند نشانه ها آشکار تر از همیشه است از جمله روزنامه رسالت ارگان سنتی جناح معتلفه و بازار نیز به نوعی هشداری آراسته شد مبنی بر اینکه بایستی مقابل جریان مخالف تفکر انقلابی ایستاد که فرمانیست فقهی مبنی بر تا می توانید جلوی تیف های میانه روی مصوم به تحول خواهان منتصب به هاشمی بیستید که در برنامه دیشب آنسوی خبر دیدیم که همه شاخک های نظامی وابسته به نهاد رهبری یک به یک وارد عمل شده بودند و علیه هاشمی اظهار موضع کردند که از در واقع منتظری کردن تا لزوم بازداشت وی مواردی بود که توسط تندروها پیشنهاد شده بود مبنی بر اینکه اگر نظام رعفت نداشت هاشمی باید پیش آقازادش در اوین باشد که در واقع دستور غیر مستقیم و مستقیم از ضرورت زندانی کردن این فقیست اما شهرها و تحلیلها حول آخرین اظهارات حسن روحانی که سشن شب از تلویزیون ایران پخش شد و مشروح آن را نیز در برنامه آن سوی خبر دیشب دیدید و شنیدید مورد کندوکاو و تحلیل روزنامه های امروز نیز واقع شد از جمله روزنامه اعتماد سرمقاله شماره امروز رو به عنوان الزامات سخنان روحانی به این موضوع اختصاص داد از منظر اعتماد سخنان سشن شب روحانی در تلویزیون ایران واجد چند نکته کلیدی بود که بنده یکی دو مورد رو برجسته کرد برای شما خواهم خواند از جمله تاکید بر امید مردم برای رسیدن موفقیت است که نگارنده سرمقاله اعتماد با نقدی نرم بر شعاری شدن این مدل شعارها معتقد بود که امید مردم نقشه تعیین کننده دارد ولی شکگیری و بقای امید میان آنان باید با عنایت به واقعیات جامعه باشد مردم باید شاهد تحولاتی ملموس باشند و تحول رو در اداره کشور و زندگی روزمره خود ببینند تحول در روابط خارجی به خودی خود, خود برای مردم و جامعه اهمیت درجه اول را ندارد بلکه اثرات این روابط بر امور داخلی کشور از جمله اقتصاد است که مهم است به علاوه اگر دولتی میتواند روابط خارجی را سر و سامان دهد به طریق اولا باید بتواند امور داخلی را نیز نظم و نسق دهد وضعیت نظام اداری کشور از منظر نویسنده از مواردی است که کننده امیدی است که در مردم ایجاد شد همچنین وحدت سیاسی و برون رفتن از تنش موجود سیاسی یکی از مهمترین مواردی است که موجب تقویت امید در میان مردم می شود ستون نویس روزنامه اعتماد در بخش دیگری از انتقاد خود به شعاری شدن های صرف شعارهای دولت به سیاست خارجی دولت تاخت و اشاره کرد که نکته بسیار مهم دیگری که آقای روحانی اظهار کرد این است که نمیخواهیم قدرت فائقه منطقه باشیم واقعیت این است از منظر نویسنده اعتماد که بخشی از ترسی که در دل کشورهای همچون عربستان ایجاد شده ناشی از این توهم است که ایران میخواهد قدرت فائقه منطقه ای شود. که در واقع میتاخت که بایست این سیاست تنظیم و متوازن بشه ادامه میدهیم و ورق میزنیم با سایر مطالب برگزیده امشب سوریه با معلفه های مختلف نیز توجه بسیاری از روزنامه ها بود خاص روزنامه های دسترستی تون روی رادیکال نزدیک به نهاد رهبری که انگار وزارت دفاع و وزارت خارجه ویژه و جداگانه نیز برای مورد سوریه در بیت رهبری تشکیل داده باشند در شاخه های خود نیز به آزادسازی دو ده دهکده شبه شهر شیعه نشین پرداختند از جمله روزنامه جوان ارگان مطبوعاتی سپاه نیم صفحه اصلی شماره امروز رو به این موضوع اختصاص داده بود همان گونه که می‌بینید با صحنه شادمانه از آزادسازی دو شهرک شیعه نشین مورد حمایت جمهوری اسلامی مدعی شد که حلب در مشت مقاومت ادبیاتی تمام تحریک آمیز همزمان با نشست صلح سوریه در ژنو که به همین دلایل و تغییر موازه های نظامیان سپاه به بنبست رسید و یا کیهان که سریحا از آن به عنوان پیروزی بزرگ متحدین ایران در سوریه یاد کرد و با ادبیات مقاومتی و مداخله جویان نوشت مقاومت بار دیگر معجزه کرد که یادآور پوشش خبری بحران های داخلی لبنان در دهه های پیش است که گویی یا ولایت فقیه برای ایجاد موازنه با خلافت فقیه در اروقه در سوریه لبنانیزه کردن سوریه رو پی گرفت این در حالی است که بر اساس گزارش های منتشر وزیر امور خارجه آمریکا در ترین اظهار موضع گفت که ادامه حملات مداوم نیروهای دولت سوریه با حمایت جنگنده های روس به مخالفان نشانه واضحی است از اینکه دولت سوریه به دنبال یک راه حل نظامی است نه راه حل دیپلماتیک جان کری وزیر خارجه آمریکا در بیانیه ای که در دیروز چهارشنبه منتشر کرد از دولت سوریه و حامیان آن تقاضا کرد تا مطابق با قطنامه های شورای امنیت سازمان ملل بمباران مناطق غیر نظامی تحت کنترل مخالفان به ویژه حلب را متوقف کرده و به محاصره غیر نظامیان پایان دهند همچنین در سوی دیگر ماجرا ریاض هجاب، رئیس هیئت عالی مذاکره کننده ی مخالفان سوری اعلام کرد که تیم مخالفان ژنو را ترک خواهد کرد و تنها با تحقق خواسته انسانی به میز مذاکره باز خواهد گشت ایشان در کنفرانسی خبری پس از اعلام به تعویق افتادن مذاکرات تا 25 فوریه از سوی دیمستورا تاکید کرد که کسی که راه حل سیاسی را بخواهد به دنبال سیاست قتل و تشدید آن نخواهد بود هجاب اظهار داشت که روند انتقال سیاسی به همراه بشار نخواهد بود همه اینها در حالی است که میزان حضور نیروهای نظامی وفادار به سید علی خامنه ای رهبری ایران در میادین رزم سوریه هر روز با اعلام تعداد کشته شدگانش رنگ و بوی تازه میگیرد و افزایش در شمارگان را نشان میدهد بر اساس تازه ترین گزارش ها تنها در دو روز گذشته 13 عضو سپاه پاسداران ایران که در عملیات مشترک با ارتش سوریه و شبه نظامیان شیعه افغان پاکستان و عراقی در درگیری با مخالفان سوری در حلب شرکت داشتند کشته شدند به گزارش خبرگزاری های داخلی ایران در ساعت اولیه حمله سپاه قدس جمهوری اسلامی به شمال حلب دست کم 13 تن از اعضای سپاه کشته شدند که عملا و علنا دیگر سخن از جنگ های نیابتی که نیست در واقع جنگی تمام ایار از سوی نظامیان وفادار با آیت الله علی خامنی به نفرتش بشاری در منطقه است همچنان بیننده ی برنامه شانگاهی صفحه یک هستید با آخرین و تازه ترین خبرها و نظرها از ایران منطقه و جهان با خانش های مختلف در مطبوعات هر روز ایران در ایران فردا. موجی از جدال های انتخاباتی از ارائه لیست های تازه در اردوگاه اصولگرایان تا قل و غم اصلاح طلبان در صحنه انتخابات بخش بیشین تحلیل ها و تفسیرها را همچنان به خود اختصاص میدهد روزنامه ابتکار در گزارشی تحلیلی به عنوان معمای لیست انتخاباتی به انتشار تازه ترین لیست اردوگاه و اشاره کرد و خبرهایی تازه نیز در این راستا ارائه کرد گروه سیاسی ابتکار از جمله نوشت که در حالی که در روزهای اخیر لیستی منتصب به شورای اطلاف اصولگرایان منتشر شده حداد حد عادل سخنگوی این شورا گفت که تا قبل از تایید نهایی فهرست اصولگرایان اسامی مطرح شده در فضای مجازی و رسانه ها فقط گمان زنی است در عین حال برخی خبرها نیز حاکی از آن است که در جلسه اعضای جبهه پایداری با مدیران جبهه یکتا که در واقع وزرای دولت احمدی نژاد هستند بر سر انتشار لیست انتخاباتی مشترک به موازات انتشار فهرست شورای ائتلاف انتخاباتی اصولگرایان به تفاهم رسیدند رهروان ولایت با عنوان گروه دیگری که در حال آماده سازی لیست خود هستند نیز هنوز آن را نهایی نکردند. در همین راستا و بر اساس گزارش‌های منتشره دو بنگاه مهم رسانه‌ای همچون خبرگزاری‌های وابسته به صدا و سیما لیست ائتلاف اصولگرایان برای انتخابات مجلس در تهران را منتشر کردند. در این لیست شماری از اعضای دولت احمدی نژاد، شش زن و چهار روحانی. حضور دارند این لیست ابتدا توسط خبرگزاری صدا و سیما و همچنین باشگاه خبرنگاران جوان با بسته به صدا و سیما منتشر شد که نشان از ارتباط آشکار نهادهای رسانهای تحت امر نهادهای رهبری با تیم محمود احمدی نژاد دارد که البته خلاف سریح در امر انتخابات است نه اطلاع رسانی صرف بلکه اطلاع رسانی حمایتی علا حال؟ در این لیست محمد حسن ابو ترابی فرد در صد قرار دارد و نفر دوم مرتضی آقا تهرانی دبیر کل جپه پایداری و معلم اخلاق کابینه احمدی نژاد نیز نام برده شده دلواپسی برای شوروی عنوان سرمقاله اصلی روزنامه شرق بود که به قلم فریدون مجلسی تحلیلگر امور بین الملل به واکاوی روابط روسها با ایران هم به لحاظ تاریخی و هم این روزها میل بازخیزی دلواپسان برای دور جدیدی از روابط با روسها مورد مداقه و تحلیل واقع شد و حاوی نکات تحلیلی کمتر شنیده شده ای بود که در روزنامه امروز منتشر شد خاصه نظر به حضور علی اکبر ولایتی به مسکو و دیدار با پوتین این مدل نوشتار جسارت و شهامت خاص خود رو نیز میطلبد در هر روی گوشه های گزیده از آن را با هم مرور می کنیم نویسنده در آغاز نوشتار با لحنی نیشالود و البته بدون ذکر نام شخص خاص این گونه اشاره کرد این روزها که لابد برای ایجاد تعادل در روابط خارجی موضوع نگاه به شرق در برابر تعامل با غرب مطرح شده است گاه دیده می شود کسانی برای فروپاشی شوروی دل می سوزانند و هشدار می دهند که شوروی قربانی دستیسه ها و جنگ نرم شد برخی از آنها احتمالاً بیان که خود بدانند دل در گروه مهر قهرمانی های استالینی دارند سوت نویس ادواری شرق با اشاره به روابط ایران و روسیه نوشت روسیه هنوز هم همسایه ما به حساب می آید و طبیعی است میان دو همسایه بلقوه ثروتمند بیشترین روابط تجاری فل نیز برقرار باشد و توسعه یابد ولی اجالتا روسیه در زمین نفت و گاز رقیب ایران است نویسنده روزنامه شرق در بخش دیگری از این یادداشت تحلیلی حتی از نزدیکی زیاد از حد به روسیه مسئولین رو بر حذر داشت هشدار داد که رابطه منطقی با ابرقدرتی که یادآوری تاریخ روابطش با ایران چه در زمان سفیدی و چه در زمان سرخی رنجاور است و تمایل تبدیل کردن آن به رابطه استراتژیک به بازندیشی نیاز دارد که در واقع هشداری بسیار هوشمندانه بود آن هم در این شرایط که خامنه‌ای خیز سنگین برداشت برای نزدیکی با پوتین مجلسی در بخش های از این نوشتار با همزاد پنداری وقایع ایران در شرایط امروز و فراز و فرود روابط در واقع نیروهای تحول با ساختار سفت و سخت نظام جمهوری اسلامی و اتهامات متوالی نظامیان و وابسته به خامنه ای به پیکره ای از تحول مبنی بر متهمین جنگ نرم تحلیلی به قایت هوشمندانه و همپوشان با کرد و کارهای امروز لایه تندروی نظام ارائه کرد و نوشته بود وقتی نسل های فرهیخته بعدی به خود آمدند و گرباچوف خواهان دو مرحله گلاس نوست که در واقع همون بلورینگی یا شفافیت شفافسازی بوده و پروستوریکا یا همون بازسازی برای اصلاحات شده بود با اندکی بلورینگی یا شفافیت دیگر فرصتی برای بازسازی بقای آن نظام باقی نماند نظام اداری سیاسی و اقتصادی بود که توان پایداری شوروی رو فرسود نه جنگ نرم تحمیل شده از بیرون تا شامگاه فردا و تازه از هر روز ایران در ایران فردا لحظه سرشار از شادی و تندرستی آرزو می کنم تا آنگاه شامگاه خوش بدرود